شمارشان به 41 تن میرسد و در 10 روز گذشته بر اساس معلومات اپراتیوی ریاست امنیت ملی در شهر و ولسوالی اسپین بولدک قندهار بازداشت شدند. والی قندهار به روز شنبه به خبرنگاران گفت که این افراد به شمول قندهار در ولایت‌های هلمند، فراز، زابل، نیمروز، خوست، اروزگان، غزنی، هرات، غور و میدان وردک مصروف فعالیت‌های توریستی بودند. علاقه سلوی کسی زداله که به طالبان و نام نهاد در فرا ولایت پاره دوی سرانوال هم وجود لری. ده کسان پخپلو ابتدایی تحقیقاتو که په دې باندې اقرار کړی ده چې دو د طالبانو د شبکې غړي او د دو د پاره یې په مختلفو سیمو کې فعالیت کاوه. آقای حیات افزود که این افراد بازداشت شده در مراکز مختلف دینی کویته و چمن پاکستان آموزش دیدند. بازداشت شده ها نیز تایید می کنند که آنان در پاکستان برای جنگ در افغانستان آموزش دیدند. نو زه پلار کې روانم اتلم په خبر ته پلار کې امنیت ونی ولم دی ولدک پلار باندې کته کړم ما ته ویل ورته طالبان کې نو زه طالبان پوس کې طالبان قومندان ما دیش کس دی ما دی لاس لاندې او ویني ولم اوس دی دولت نه ځا فایش لرم چې ما دی پریک دی او بخنه تنه غوړم نور آینده کې ذکر نکوم. این سومین گروه طالبان مسلح است که در قندهار بازداشت می شوند و رهبران آنان ادعا دارند که آموزش را در پاکستان فرا گرفتند. اما قاری محمد یوسف یکی از سخنگویان طالبان در پیام به خبرنگاران این را تبلیغات مقامات ولایتی خواندند.